بر اساس برنامه ریزی های انجام شده اقدامات لازم جهت برگزاری موفقیت آمیز زیارت اربعین که انتظار می میلیون‌ها میلیون ها نفر در آن شرکت کنند با در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای ورود زائران و ارائه خدمات به آنان صورت گرفته است علاوه بر موکب مردمی جهت پذیرایی از زائران دستگاه های دولتی در عراق نیز برای برگزاری موفقیت آمیز زیارت اربعین تمامی امکانات خود را بسیج کردند با هم گزارش علی را ببینیم کمیته اجرایی مرکزی مراسم زیارت اربعین عراق اعلام کرد از ابتدای ماه سفر تا کنون 670 هزار زائر ایرانی از طریق شش گذرگاه مرزی وارد خاک عراق شدند که نسبت به سال قبل 43 درصد افزایش داشته است این کمیته تصریح کرد که بیشترین تردد در گذرگاه مرزی مهران و شلمچه و کمترین تردد در گذرگاه تمرچین صورت گرفته و برای عبور از مرز ها مشکلی وجود نداشته و حرکت زائران به صورت سازماندهی شده و با هماهنگی مراکز امنیتی و خدماتی و تامین تمامی نیازهای آنان انجام می شود. وزارت کشور عراق نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کمیته عالی تامین امنیت زیارت اربعین به ریاست عبدالله شمری وزیر کشور عراق با حضور سازمان ها و یگان های موظف در مناطق و راه های مشایع اربعین که زائران حسینی از آن مسیر عازم کربلا هستند با آمادگی کامل اطلاعاتی امنیتی و خدماتی اقدامات خود را ادامه می‌دهد این وزارتخانه اعلام کرد که تعداد زائران حسینی را که از یازده ده گذرگاه مرزی وارد عراق شدند شمارش کرده و دستگاه های زیربت تمامی اقدامات لازم برای تسهیل ورود زائران از تمامی گذرگاه مرزی از جمله خسروی، چذابه، شلمچه، مهران، سومار و همچنین فرودگاه های بغداد، فرودگاه نجف و بسره را انجام می دهند. بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق تا کنون 1062 خود رو با 179,015 زائر وارد عراق شده و بدین ترتیب مجموع زائران غیر عراقی عربعین تا به امروز 459,444 نفر رسیده است. وزارت کشور عراق همچنین میافزاید برنامه مشایع اربعین امسال متفاوت تر از سالهای پیش زودتر از موعد اجرایی شده و مسئله تامین امنیت تمامی راههای منتهی به کربلا برای زائران بر اساس مسئولیت های تقسیم شده میان دستگاه های مختلف از همکتون انجام و چهل هزار نیروی امنیتی عراقی از ارتش پلیس و هشت شعبی برای تامین امنیت زائران مشارکت خواهند داشت عبدالامیر شمری وزیر کشور عراق نیز خاطر نشان کرده که امنیت کامل در مسیر نجف تا کربلا برقرار است و در سال جاری از هواپیماهای جنگی و پهپادها برای تامین امنیت زیارت اربعین استفاده خواهد شد وی در ادامه اظهار داشت انتظار می رود که نزدیک به پنج میلیون زائر از دیگر کشورها برای شرکت در مراسم زیارت اربعین وارد خاک عراق شوند و شمری همچنین افزود هیئت های زائران از ایران و دیگر کشورها برای شرکت در زیارت اربعین از طریق گذرگاه های مرزی در قالب کاروان های مختلف یکی پس از دیگری به سمت شهر مقدس کربلا در حال حرکت هستند. بر اساس گفته وزیر کشور عراق استانداری کرکوک پذیرای هزاران ظاهر از کشورهای ترکیه ایران و آذربایجان می باشد که برای شرکت در زیارت اربعین به سمت کربلا می آیند وی همچنین گفت استان دیالی نیز از جمله استانهایی است که زائران از آن سو به سمت کربلا حرکت می کنند و اهمیت این استان به خاطر وجود گذرگاه مرزی خسروی با ایران است و تعداد زائرانی که از طریق این مرز وارد خاک عراق می شوند روزانه به پنجاه هزار زائر می رسد. حسن ظاهران نجار معاون استاندار بصره نیز گفته است زائران ایرانی همه روز از گذرگاه مرزی شلمچه برای شرکت در زیارت اربعین وارد عراق شده و استانداری بصره با مشارکت دستگاه های پشتیبانی کننده تسهیلات لازم برای زائران در این گذرگاه را مهیا کرده است وی افزود تعداد زائران ورودی در حال افزایش است و روزانه چهار تا شش هزار نفر از این گذرگاه عبور می کنند و قطعا طی روزهای آینده شاهد افزایش زائران خواهیم بود همچنین هاشم الکر معاون استاندار نجف هم گفت انتظار می رود شش میلیون زائر ایرانی از نجف برای شرکت در مراسم عربعین عبور کنند لذا آماده باش کامل و صد درصدی میدانی از سوی تمامی نهادهای امنیتی و ادارات خدماتی برای پذیرایی از زائران در ایام زیارت اربعین برقرار است و هماهنگی لازم با موکب حسینی به منظور تأمین برخی از نیازهای آنان از نظر سوخت برق آب با تلاش شهرداری و سایر سازمان های زیربط برقرار شده است نصیف الخطابی استاندار کربلا نیز گفت تمام گذرگاه های ورودی به شهر کربلا را گسترش داده ایم و مسیرهای جدیدی در داخل استان کربلا ایجاد شده و امسال برنامه روانی برای تردد زائران خواهیم داشت. علی اکبری اخبار شیعه